بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: تقویت قوانین مهاجرتی در آمریکا با توجه به بازگشت احتمالی دونالد ترامپ. آغاز به کار بعثه آیت الله العظمی شیرازی در کربلا به مناسبت اربعین حسینی. دیدار هیئتی از مجموعه رسانه امام حسین با مدیران گذرگاه مرزی مهران. و 15 سال حبس به اتهام دوستی با فعال سیاسی اویغور. وقت شما بخیر. گروهی از قانونگذاران دموکرات برای جلوگیری از اعمال ممنوعیت مسلمانان توسط دولت‌های آینده با توجه به شرط بندی‌های خود در مورد بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید روز گذشته لایحه‌ای به نفع قوانین مهاجرتی ارائه کردند. قانون ضد تبعیض برای غیر مهاجران که توسط سناتور کریس کورنز و نماینده کنگره ارائه شده است، قانون مهاجرت فدرال را تقویت می کند تا از تبعیض بر اساس مذهب جلوگیری کند. گفتنی است دونالد ترامپ پیش از شروع به کار مهاجرت مسلمانان را ممنوع کرده بود و اکنون به دنبال بازگشت به ریاست جمهوری برای دوره دوم است. کونز گفت ممنوعیت مسلمانان توسط ترامپ بی‌رحمانه بود و ما باید اطمینان حاصل کنیم که این سیاست بیهوده هرگز تکرار نمی شود و هیچ مقامی از روی تعصب برای تبعیض بر اساس مذهب یا ملیت اقدام نکند. بینندگان عزیز، از غلام حسین جلوانی خبرنگار و فعال رسانه از واشنگتن پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای جلوانی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جلوانی، به نظر شما هدف تدوین کنندگان این قانون چیه؟ بفرمایید. اول سلام عرض میکنم و از حضورتون میخوام ببینم من چقدر فرصت دارم که به سوالات شما جواب تقریبا بدم. آقای جلوانی 4 دقیقه. بله. عرض به حضورتون که دیروز چهارشنبه هفتم اوت 2024 برای دومین بار یک حرکتی انجام شد از طرف دموکرات‌ها برای اینکه یک سری از تبعیض‌هایی که زمان ترامپ ایجاد شد دوباره اگر ایشون انتخاب شد اینا دوباره به اجرا در نیاد. البته خب این کاری فعالیتیه که نمایندگان میکنن، منتها ترامپ همون دفعه اول هم از اکسیکیوتیو اوردر که یک انتخابیه که برای رئیس جمهور هست که میتونه فراقانونی کار بکنه و رئیس جمهور را در مواردی استفاده میکنن و اون هم استفاده کرد و یه سری کارها رو انجام داد، از جمله مسلمانهای 7 کشور رو که به اضافه ونزوئلا و ونزوئلا که کشوری اسلامی هم نیست این هم و کره شمالی، اونها را هم ورودشون به آمریکا چیکار کرد؟ ممنوع کرد. بله آقای جلوانی، این قانون چگونه میتونه از مهاجران به ویژه مسلمانان حمایت کنه و راه را بر برخی رفتارهای ضد مهاجرتی از سوی برخی از افراد از جمله ترامپ حتی در صورت پیروزی در انتخابات ببنده؟ خب شما ببینید قوانین در آمریکا جدی باش برخورد میشه، اینطور نیست که بتونن هر کاری بتونن به انجام بدن، منتها در یه مواردی هم رئیس جمهوری قدرت داره که اکسیکیوتیو اوردر استفاده بکنه و خب این وجود داره دی. هر دو تای اینها هست، منتها اینها سعیشون رو دارن میکنن چون که میدونن که چه تبعاتی داره
اگه که کشورهای اسلامی رای اینجا چه طبقاتی برای خانواده هایی اینا داره، حتی برای خود آمریکا داره، چون خیلی اینها حداقل اینها یه چند میلیون مسلمون خانواده دارن، خودشون اینجا هستن و تمام اینها اثر داره، اثرات اجتماعی اقتصادی در حال و آینده خواهد داشت. اونها که عاقل هستن و خصوصا این دموکرات هایی که میدونن که خیلی آزاده هستن، این لیبرال تر هستن، اینها به این چیزا اعتقاد ندارن و پیگیرش هستن. البته 100% با این محکم برخورد خواهد شد. منتها ترامپ الان یک پدیده نوظهوره و ما واقعا سراغ نداریم که رئیس جمهوری که اینطور سولو عمل بکنه و زیاد هم به قوانین اهمیت نمیده، کار خودش رو میکنه. خطر وجود داره برای مسلمان ها، یک مسئله عادی نی. اگه که ترامپ بیاد سر کار، برای مسلمان ها به احتمال زیاد خوب نخواهد بله. بود در بله. آمریکا. آقای جلوانی، شما به عنوان یک مهاجر ساکن آمریکا در صورت پیروزی جمهوری خواهان، وضعیت مهاجران به ویژه مسلمانان را در آمریکا چگونه پیش بینی میکنید؟ البته من میتونم بگم که موردیه. اگر کسی مثلا خب چی نگاه میکنن، پروندهش حتما نگاه میکنن، اگه ببینن که واقعا این هیچ وقت مشکلی نداشته، ایجادی اشکال نکرده، پرونده قضایی نداره، اینا احتمال داره که به اینا کاری نداشته باشن. برای کسی پرونده قضایی داشته باشه یا پرونده سیاسی داشته باشه در اینا، یا مثلا امکان داره زدی چیز باشه، زدی ریپابلیکن باشه، احتماله، من این احتماله میدم، امکان داره که خب اینا رو حتی صحبت های بین مردم عادی هست که بذارندشون تو کمپ، ملاحظه کنید، حتی بذارندشون تو کمپ یا معاملاتی دیگه، یعنی خیلی داره معاملاتی میشه، داره خیلی حساسی زده میشه. منتها غیر ممکنه که الان بتونیم پیش بینی بکنیم با ترامپ. منتها اینطور هم نیست که اون هر کاری بخواد بکنه. بالاخره 50% آمریکا، نمیدونم سیاهان، نمیدونم این ایمیگرنت ها، اینا که چیزه وایت نیستن، سفید نیستن، اینها تعداد، اینا تعدادشون کم نیست، اینا نمیتونن ساکت باشن. بله، با تشکر از غلام حسین جلوانی، خبرنگار و فعال رسانه از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آستان مقدس علوی در آستانه اربعین حسینی اقدام به نصب سایبان جدیدی در صحن مطهر ورزید. در این اقدام بخش‌هایی از فضای باز در صحن مطهر علوی سایبان‌هایی نصب شده تا جلوی تابیدن مستقیم نور خورشید بر سر زائران در این ایام گرفته شود. به ویژه اینکه در چنین روزهایی میلیون‌ها زائر و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با هدف زیارت حرم مطهر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و شرکت در مراسم اربعین حسینی راهی شهر مقدس کربلا و نجف اشرف می شود. حوزه هنری و صنایع دستی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام با هدف ارائه بهترین خدمات به زائرین در ایام زیارت پرفیض اربعین به تلاش خود برای آماده سازی صحن ام البنین سلام الله علیها با تمام تلاش و سرعت ادامه می دهد. مهندس عمار صلاح مهدی، معاون رئیس حوزه هنری و صنایع دستی حرم مطهر عباسی، طی بیانیه اظهار داشت در راستای آماده سازی حرم حضرت عباس علیه السلام برای طرح زیارت میلیونی اربعین، کارکنان اداره هنر و صنایع دستی این آستان شروع به آماده سازی صحن حضرت ام البنین سلام الله علیها در نزدیکی حرم ابوالفضل العباس علیه السلام نمودند تا فضای زیادی برای زائرانی که به شهر مقدس کربلا میرسند فراهم شود. معاونت بهداشتی و درمانی استانداری نجف از افتتاح اولین مرکز اورژانس در جاده ارتباطی استانهای نجف و کربلا خبر داد. شایان ذکر است این طرح به عنوان بخشی از آمادگی‌های استانداری نجف اشرف به منظور پذیرایی از زائرین در زیارت میلیونی اربعین امام حسین علیه السلام می باشد.
در همین راستا عبدالله غزالی مدیر بهداشت نجف طی اظهاراتی گفت این مرکز اولین در نوع خود در جاده نجف کربلا است و مجهز به جدیدترین تجهیزات پزشکی و شامل کادر پزشکی متخصص برای ارائه کلیه خدمات پزشکی و اورژانس است. دولت نارندرا مودی در آخرین اقدام خود برای ایجاد اصلاحات در قانون وقف مطابق با قانون اصلاح شهروندی و ثبت ملی شهروندی تأثیر زیادی بر املاک مسلمانان هند می‌گذارد. اصلاحات پیشنهادی حزب بهاراتیا جاناتا انتقاد شدید جامعه مسلمانان را برانگیخته است. تصور عمومی جامعه مسلمانان در مورد لایحه پیشنهادی این است که دولت بهاراتیا خواهان کنترل اموال واقف است تا آنها را ملی کند و دارایی‌های متعلق به مسلمانان را غارت کند. تعداد زیادی از مسلمانان روهینگیایی در حالی که سعی داشتند از میانمار به سمت بنگلادش بگریزند با یک موشک کشته شدند. درگیری بین حکومت نظامی و چندین جناح در ماه‌های اخیر در سراسر ایالت راخین بدتر شده است. گفتنی است در میان افزایش تعداد کشته‌ها هیچ گروهی به اندازه مسلمانان روهینگیا آسیب نمی‌بینند. این قشر آسیب پذیر بارها توسط حکومت نظامی میانمار و همچنین ارتش آراکان مورد خشونت، تجاوز، قتل، حمله به روستاهایشان و ویرانی خانه‌هایشان روبرو بودند. به گفته مقامات دولت فیلیپین، دولت خودمختاری که قرار است در سال آینده در جزیره مینداناو فیلیپین ایجاد شود، تصمیم دارد این منطقه را به قطب صنعت حلال در جنوب شرقی آسیا تبدیل کند. در همین راستا مراد ابراهیم، رئیس منطقه خودمختار بانک سامور در استان مسلمانشین مینداناو، در این مصاحبه که روز گذشته منتشر شد گفت: ما در حال ارتباط با برخی شرکت‌ها در صنعت حلال به ویژه از مالزی و کشورهای خاورمیانه هستیم. ابراهیم در ادامه افزود: جدا از تلاش برای توسعه کشاورزی، شیلات و استخراج گاز طبیعی و مس، ما به دنبال واردات صنعت فراوری طیور حلال هستیم و آن را ارتقا دادیم. محققان میگویند جهان در حال از دست دادن یکی از نمادهای خود، یعنی از بین رفتن دیواره مرجانی در استرالیا است. گفتنی است فعالیت‌های انسانی که به افزایش دما و گرم شدن آب اقیانوس‌ها منجر می‌شود، دیواره بزرگ مرجانی را در معرض خطر قرار داده است. بر اساس مطالعه‌ای که توسط گروهی از دانشمندان از سراسر استرالیا منتشر شد، دماهای اطراف سیستم مرجانی 2400 کیلومتری برای صدها سال پایدار بودند، اما در دهه‌های اخیر در نتیجه تأثیر انسان به طور قابل توجهی گرم شدند و در معرض نابودی قرار گرفتند. با نزدیک شدن به ایام زیارت اربعین حسینی به سید مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا آغاز به کار کرد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. به عسه مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا از آغاز به کار و فعالیت خود برای بزرگداشت زیارت میلیونی اربعین امام حسین علیه السلام در سال جاری خبر داد. مسئولان این بعثه مبارکه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه گفتند این بعثه برای گرامی داشت زیارت اربعین در محل استقرار خود در حوزه علمیه سید الشهدا صلوات الله علیه واقع در خیابان باب قبله امام حسین علیه السلام فعالیت‌های مختلف خود را در جهت خدمت زائرین حسینی، موکبداران و هیئت‌های عزاداری آغاز نموده است.
مراسم افتتاحیه این بعثه با حضور اعضای دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما شیرازی در شهر مقدس کربلا، نمایندگان مرجعیت، اساتید و طلاب حوزه علمیه و شخصیت‌های مختلف برگزار شد. این فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف مذهبی، فرهنگی و آگاهی بخشی در ایام اربعین حسینی همراه با استقبال و پذیرایی از شخصیت‌های مختلف مذهبی، علمی، حوزوی و دانشگاهی و عموم زائران و عزاداران حسینی ادامه خواهد داشت. پاسخگویی به سوالات مختلف حقوقی و عقیدتی زائران، برگزاری جلسات بحث و گفتگو، تبادل نظر و استفساریه، توزیع محصولات فرهنگی، اقامه نمازهای یومیه به جماعت، برپایی مجالس عزاداری حسینی و سایر فعالیت‌های متبرکه از دیگر فعالیت‌های این به استخواهد بود. هیئتی از مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام با مدیر گذرگاه مرزی مهران دیدار و در رابطه با افزایش همکاری جهت پوشش مناسب زیارت اربعین بحث و تبادل نظر کرد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. هیئتی از مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام با حضور در گذرگاه مرزی ضرباتی مهران با سرتیب امجد حمید از ناملی مدیر این گذرگاه دیدار و درباره استفاده از تمامی امکانات و توانمندی های لازم جهت پوشش مراسم میلیونی اربعین امام حسین علیه السلام در این گذرگاه هماهنگی و گفتگو کرد. هیئت یاد شده با قدردانی از امکانات ارائه شده توسط سرتیب زاملی بر آمادگی کامل این مجموعه به منظور همکاری جهت پوشش‌دهی متمایز و همه جانبه زیارت اربعین که شاهد حضور سیلاس‌های میلیون‌ها زائر از مناطق مختلف دنیا تا شهر مقدس کربلا است تأکید کرد. سرتیب زاملی نیز در این دیدار با قدردانی از زحمات فراوان مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام نسبت به پوشش این رویداد مهم جهانی بر اهمیت همکاری مسئولان زیرربط جهت پوشش موفقیت‌آمیز رسانه‌ای این مناسبت بزرگ تأکید کرد. از زاملی ضمن اشاره به اهمیت همکاری بین همه دست‌اندرکاران و مجموعه‌های زیرربط جهت حمایت از این رویداد بزرگ مذهبی بر آمادگی کامل مجموعه تحت مدیریت خود برای ارائه مایحتاج پوشش مطلوب رسانه‌ای این اجتماع عظیم تأکید کرد. گفتنی است که این گام در چارچوب هماهنگی‌ها و پشتیبانی‌های فشرده برای همکاری در برگزاری مراسم زیارت اربعین و تقویت همکاری بین رسانه‌ها و نهادهای امنیتی برای تضمین ارائه بهترین خدمات به زائران حسینی و پوشش جزئیات این رخداد بزرگ به شیوه‌ای متمایز صورت می‌گیرد. به گزارش منابع خبری، دولت سینکیانگ دو نفر از کسانی را که با مؤسس مجله اویغور تایمز دوست بودند به 12 تا 15 سال حبس محکوم کرد. طاهر ایمان، فعال حقوق بشر اویغور و مؤسس مجله اویغور تایمز اظهار داشت. منابع مستقر در سینکیانگ به او خبر دادند که دو نفر از دوستان و نزدیکان وی به دلیل دوستی با او به حبس طولانی مدت محکوم شدند. شایان ذکر است در سینکیانگ حدود 12 میلیون اقلیت مسلمان اویغور زندگی می کنند که ایالات متحده و برخی از کشورها دولت چین را به نسل کشی و کار اجباری در سینکیانگ متهم کردند. گفته می شود بیش از 1 میلیون اویغور در مراکزی که پکن آنها را مراکز آموزش حرفه‌ای توصیف می کند بازداشت شدند و چین می گوید این اقدامات برای مبارزه با افرادگرایی، تروریسم و جدایی طلبی ضروری است. گفتنی است بر اساس ماده 103 قانون کیفری چین، افرادی که طرح تجزیه دولت یا تضعیف وحدت ملی را سازماندهی، توطئه یا اجرا کنند، به حبس ابد یا حداقل 10 سال محکوم می شوند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تقویت قوانین مهاجرتی در آمریکا با توجه به بازگشت احتمالی دونالد ترامپ.
آغاز به کار بعثه آیت الله العظمی شیرازی در کربلا به مناسبت اربعین حسینی. دیدار هیئتی از مجموعه رسانه امام حسین با مدیران گذرگاه مرزی مهران. و 15 سال حبس به اتهام دوستی با فعال سیاسی اویغور. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.